الله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم وصلى الله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بیننده‌های برنامه گفت شنود و تلویزیون ایمان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امید جای خوشی و سعادت است که خداوند بازم بر ما توفیق میسر کرد که میمان خانه های شما میمان تلویزیون هایتان و در هر جایی که هستین ما را تماشا و مشاهده میکنین با شما هستیم و طبق معمول روز پنج شنبه است برنامه گفت شنود دکتر صاحب عبدالله سعیدی را که همیشه از لطفشان برخوردار بودیم و همیشه از زحماتشان قدردانی کردیم انشاءالله تعالی و خدمت هستن. دکتر صاحب محترم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شما را خوش آمد میگیم در برنامه خودتان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عیسی محترم سلام احترامات خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز ما در سر تا سر جهان. از بارگاه حق تعالی مسلط و دعا میکنیم تا این نشست ما در میزان حسنات ما بوده باشد و آنچه را از زبان ما خارج میسازد که باعث رضای الله عز و جل و رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بگیرد. باز هم اظهار سپاس و تشکر از تلویزیون ایمان و دست‌اندرکاران تلویزیون مبارک. تشکر دکتر صاحب محترم. آمین. قراره که ما شما برنامه ها را میشه قبل از اینکه داخل ما زاد شیم یک به معرفی میگیریم و مختصری از برنامه قبل، اگر ارتباط بین از این برنامه و برنامه قبل باشه یک پلی را برقرار میکنیم برای اینکه بینده ها و شنونده های ما که در هفته آینده با ما نبودن حداقل در جریان قرار بگیرن. قراره که ما شما در هفته آینده صحبت، موضوع صحبت ما شما سر مقاصد شریعت بود و هدف از دین. بسیاری کسا سوال داره که دین ضرورت نیست، اینمی زندگیست، اینمی رقم باشه و خداوند به مرقمی که من خودم میخوایم میشناسم، به مرقمی که میخوایم اطاعتش میکنه من نمیکنم. از این خاطر موضوعات بسیار عمده شد، مهم شد و باعث شد که ما با شما مطرح کنیم که سر از این موضوع صحبت کنیم. هفته پیشتر شما اشارات در قسمت پنج در قسمت اول کنار شما با معرفی میگیرین صحبت کردین، لطفا یک مختصر درباره صحبتایی که هفته گذشته داشتیم برای لحظه کوتاه سرش تماس بگیرین. باز از اون بحث دوام میدیم و بینده های محترم در جریان از اگه شما سوال داشتین میتونین از طریق صفحات فیسبوک یا تلفن ما لایف سوالاتتون رو مطرح کنین، ان شاء الله در خدمت میباشیم. دکتر محترم بفرمایید. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن آيات مبارك ما قبل آيات أخيرة كي در أواخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل گردید و برای رسول الله صلی الله علیه و سلام و پیروانشان بشارت و مژده داد که دین شما کامل شد، یعنی هیچ نقص و کمبودی در او وجود نداره. پس وقتی که دین کامل شد، نقص و کمبودی وجود نداره، هر انسانی یا از روی حسن نیت و یا از روی سوء نیت از این سوال میکنه که ما یعنی دین یعنی چی؟ چرا برای ما آورده و چرا ما از این مناسک و مراسم دین بجا می آوریم؟ چی هدف ما چی است و اهداف دین چی می باشه؟ این همه سوالات است که زیر عنوان مقاصد شریعه یا مقاصد شریعت همه از اینا سوالات وارد میشه و عنوان وسیع و پهناوری در بالای آن هست که مقاصد شریعه یا اهداف شریعه. که مقاصد یا اهداف شریعت چی است؟ ما در هفته گذشته در برنامه همین روز ما روز پنجشنبه گذشته ما اشاره بسیار عجولانه اشاره کردیم که مقاصد شریعت زیر عنوان اصول فقه بحث و بررسی میگرده و کتابهای زیادی از علمای بزرگ ما که در اصلشان علمای امامان مذاهب چهارگانه هست و در کنارشان علمای دیگری ما هستند در این کتابها نوشته کردن مقاصد شریعت یک یک بیان کردن. به صورت خلاصه گفتیم که مقاصد شریعت یا اهداف شریعت بدو نو اساسی در اول بدو نو اساسی تقسیم میشه که اهداف عام است و اهداف خاص است.
اهداف عام یا مقاصد عام شریعت این است که عبارت است تحقق برآورده ساختن منافع همه انسان ها، برآورده ساختن منافع همه انسان ها در دنیا و در آخرت می باشد. از انسانی که از روز بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده تا آخرین روزی که دنیا برقرار است. و بدون شک همه ما می دانیم که انبیاء الله علیه السلام، همه انبیاء الله روی اهداف اونها فرستاده شدند که و عبارت از برآورده ساختن منافع بشریت می باشد. این اهداف عام یا منافع مقاصد عام شریعت است و مقاصد خاص شما گفتیم که او عبارت از منافع و برآورده ساختن منافع اشخاص در امور خاص دنیاوی می باشد که عبارت از با که چی است او عبارت از منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، بالاخره همه ضروریات یک انسان برآورده می سازد و این منافع خاص از خود مراتب و درجات دارد که گفتیم بر شما اول که ضروریات است و حاجیات است و تحسینیات است. ضروریات عبارت از ضروریات است که یک انسان بدون از او اصلا زندگی از او امکان پذیر نیست. این را به نام ضروریات یا نیازمندی های مبرم می نامیم و در تعقیب او عبارت از حاجیات است که احتیاجات نیازمندی های روزمره هر انسان در حیات است که عدم وجود آن باعث اختلال و باعث نقص زندگی میشه. و تحسینیات است که او هم عبارت از کمالیات است که عدم وجودش درست است که حیات به پیش میره اما به صورت اما آسایش کامل منافع کامل برآورده نمیشه. ما از ضروریات اسم شروع کردیم، گفتیم که ضروریات هم به پنج نوع تقسیم میشه که اصل اساسی است که ما به نام الکلیات الخمس میدانیم که پنج ضروریات پنجگانه است که عبارت از ضروریات مبرم است که بدون وجود آن اصلا حیات امکان پذیر نمی باشد. در اینجا توقف کردیم. از اینجا ما امروز از می شروع میکنیم که ضروریات یا ضروریات الخمسه که در اصل امیز پنج ضروریات است که هیچ انسانی، یعنی ادیان سماوی از ابتدا تا به محمد صلی الله علیه و سلم روی امین اهداف پنجگانه نازل گردیدند و هیچ انسان عاقل و هیچ انسان خردمند و هیچ انسانی که دارای منطق رسا بوده باشد میداند که انسان در روی زمین بدون این پنج ضروریات اصلا امکان امرار حیاتش نمی باشد. این ضروریات پنجگانه یا کلیات الخمسه در پنج چیز خلاصه میشه که عبارت از دین است، نفس یا جان است، مال و عقل است و نسل است و مال است که همچنان به ترتیب است. و می ضروریات به ترتیب خود، یعنی ضروریت اول، ضروریت دوم، سوم، چهارم، پنجم. ضروریت اولی از جمله کلیات الخمسه، ضرورت اولی عبارت از دین است، چون که تمام ادیان آسمانی دین را در رأس همه ضروریت های یک انسان قرار داده اند، اسلام نیز دین را در بالاترین مقام آن قرار داده است، زیرا بدون دین اصلا زندگی امکان پذیر نیست. از اینجاست که یک تن از فلاسفه فرانسوی به نام بریجسون، یک تن از که به جایزه نوبل هم نائل شده، یعنی معروف است، سرشناس جهانی است، این میگوید که در جهان بسیار جوامع، بسیار توده های، بسیار مجتمع های انسانی موجود با وجود آمده و با وجود خواهد آمد که اونا فاقد علم و فرهنگ و هنر و بوده باشد، اما هیچگاه در جهان یک توده، یک جامعه، یک مجتمع با وجود نیامده که اونها بدون فاقد دین بوده باشد. در اینجا سوال وارد میشه که میگوین پس کسانی که اونها اصلا از دین منکر هستن، ماتریالیست ها یا دهریون، آیا اونها هم به دین، اونها هم بالاخره به یک چیزی عقیده دارن، اون هر چیزی بنامن، این که اون طبیعت مینامن، این که اون تصادف مینامن، حتما بدون از اون، یعنی اتی یک انسانی نیامده که بگوی که ما هیچ کدام روی بدون هدف آمدیم. از این خاطر دین از اساسات و از خواسته های اساسی انسان است
و اسلام ایره در رأس تمام ضروریات پنجگانه قرار داده و برای حفظ دین اسلام وسائل را نیز طرح نموده است. درست دکتر صاحب، تشکر. تماس گرفتین سر واقعا ضرورت دین. سر دین ما شما همین یک صحبت شما شروع کردین. بدون دین بسیاری کسا میگه زندگی نمیشه. طبعا کسایی که از دین انکار میکنن و یک دین و یک چیز و یک شکل یا یک عقیده یا یک ایدئولوژی یا معتقد هستن که امور تعقیب میکنن، اما دینشان میباشه. اما وقتی که موضوع دین اسلام یا ادیان سماوی دیگه می که از جانب خداوند کل از یا فرستاده شده، در این امو نیکبختی و سعادت بشر نیافته است. یعنی در حقیقت اگر آدم تو یک مثال بده، شما اگر با موافق باشین با ما شما فرضاً یک تلویزیون یا یک چیز را می خواهیم که داشته باشیم، برای یک منوال کار است که کسی که این را ساخته براتان میگه که این رقم استفاده میشه، اگه این رقم برقش زیاد کنین میسوزه، اگر در شعاع آفتاب بانینی، اما دون تو دوز که میگنه چی کار بکنی کار نکن. این حال وقتی که انسان هم خالق داره و خالقش برش یک منوال داده، یک کتاب داده، یک معلم داده که اگه این کارها رو بکنی به طرف خوشبختی میری، دوام میکنی. و طبعا یعنی آدم اگر مثال بسیار چی بده، اما یک چیز از دکتر صاحب بله 100% درست است. و این مثال شما 100% درست است. چرا هیچ حادثه بدون یعنی فاعل وجود نداره؟ یعنی هر آن چیزی که یکی از اساسات منطق است، هر آن چیزی که موجود است در بالای خود یک واجدی موجود است که رو به وجود آورده. چون شما فرمودین هر چیزی، مثلا اگر مثل که تلویزیون گفتیم، مثل که دیگه وسایلی که انسان ها اونا رو ساختن، باید که بر ما راههایش بر ما تعیین کرده که این راه قابل استفاده است و اگر این از این قسم تپکنین شما قابل استفاده است. از این خاطر اسلام هم دین رو بر ما نازل ساخته و دین بر ما بیان کرده که این راههای نجات و پیروزی هست و اینا هم راه های سقوط و ناکامی است. و نعوذ بالله، به خاطر وسایل حفظ دین، به خاطر که گفتیم در رأس قرار داره، اسلام برای زو وسائل را هم تعیین کرده است. گو وسائل هم روی نقاط اگر رو مذاکره بکنیم، اولین چیزی که برای حفظ دین اسلام مقرر داشته و عبارت ترسیخ یقین است، پایدار نمودن یقین است که یک انسان مؤمن کامل بوده باشه، یقین راسخ بوده باشه که امین دین حق است و از طرف الله واحد نازل شده و وسیله پیغمبر برحق نازل شده و پیغمبر برحق محمد صلی الله علیه وسلم برای ما شرح و بیان کرده است. قرآن بسیار خوب این موضوع رو برای ما بیان میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هي أساس الشخص كبرما بيان كرت كرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع وبيروان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها بهم آنچه که طرف الله عز وجل نازل شده، انها ایمان دارن و ملائک ایمان دارن، با کتاب ها برات پیامبران پیشین ایمان دارن، با کتاب هایشان ایمان دارن و هیچ فرقی میان پیامبران نمیگذارن. بیشتر هم اشاره کردیم، بازم اشاره میکنیم، البته که تکرار مفید است که در اینجا میفرمایید که لا نفرق بین احد من رسله، ما هیچ فرقی میان یکی از پیامبران الهی نمیکنیم. و در جای دیگر قرآن کریم میفرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، این پیامبران است که ما برخی را برای دیگری فضیلت برتری دادیم. پس در اینجا به خاطر که اشاره کردیم، اشاره مفید است که فرق از بین تفریق و تفضیل، تفریق این است که انسان به پیغمبری یا به عده از پیغمبران ایمان داشته باشد و به پیغمبری یا به عده پیغمبران ایمان نداشته باشد. و علیه بالله این فرق تفریق است. ما تفریق نمی کنیم، از آدم تا محمد صلی الله علیه وسلم ما به همه آن ایمان داریم. اما تفضیل و برتری، این تفضیل و برتریت بین انبیاء الله هست که چنانچه که الله عز و جل در قرآن کریم اولو العظم من الرسل بالای انبیاء الله فضیلت داده و رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای انبیاء الله فضیلت داده. فضیلت غیر از تفریق است. بله،
دکتر سه محترم، از جریان صحبت های شما یک سوال خلق میشه. یکی ما بسیاری کسا فکر میکنن که دین یک نظریه شخصی یک انسان است و خودش است و خدایش است و چیزی که عقیده داره بین خودش و خالقش است. بعض مذاهب میگی آدم بسیار مذهبی است. یکی بسیاری کسا فرق بین دین و مذهب نمیفهمن، فکر میکنن که مذهبی بودن یعنی دیندار بودن است، در حالی که مذهب دیگه مفهوم داره. و بعضی کسا تو فکر میکنه دین یک عقیده شخصی است، اما ما به این عقیده هستیم، ما شما دکتر سه محترم، که اسلام روش زندگی است، راه زندگی است. یعنی در تمام زندگی یک مسلمان اسلام یعنی توجه کرده و دخالت داره. تو نیست که در قسمت که مسجد میره و در مسائل عباداتش، در کل امور زندگیش. اینجا شما یک چند کلمه بگین فرق بین ادیان دیگه که به حساب تدمیق و ترویج میشن و که اسلام چی فرق برای اسلام مسلمان بودن و مسجد رفتن است، تنها نماز خواندن است یا چیزای دیگه هم است، دیگه که ما شما چرا به حساب اسلام عزیز در چیز نگی خود میخواییم داشته باشیم، دلیلش چی است؟ الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله. همین اشاره که شما فرمودین که فرق بین دین و مذهب، راستی که متاسفانه که بسیاری از کسانی هستند که اونا فرق میان دین و مذهب کردن، مثلا دین چیزی است و مذهب چیز دیگر است. دین اصل و اساسی است که از طرف الله عز و جل بس نازل شده به وسیله رسول الله صلی الله علیه و سلم، و او مصادر اصلی او عبارت از قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. و اما مذهب عبارت از اجتهادات علمای ماست که در پرتو قرآن کریم و در پرتو احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها اجتهاد کردن، احکامشان را صادر کردن. از اینجاست که ما میبینیم اختلاف صورت گرفته، اما در اصل دین اختلاف وجود نداره، زیرا قرآن از طرف الله عز و جل بدون اختلاف نازل شده و به وسیله رسول الله صلی الله علیه و سلم. از اینجاست اما در مذاهب اختلاف است. چرا اختلاف نظر هست؟ اختلاف نظر بر اساس یا بر حسب عمو مقاومات یا قدرات شخصی هر انسان است. هیچ امکان نداره که دو شخص با هم در سطح تفکیر، در سطح تعقل، در سطح مفکوره هایشان یکسان بوده باشد. حتما فرق است میانه. از اینجاست میبینیم که یک انسان از یک آیت چه یک حکمی را استنباط میکنه، انسان دیگری میای از مو آیت حکم دیگری را استنباط میکنه، یا انسان دیگری از دو آیت احکام دیگری را استنباط میکنه. فرق از بین مذهب. از این خاطر ما میگیم که مذهب مثلا مذاهب چهارگانه است و از او بیشتر مذاهب، بیشتر از هر امام و هر مجتهد و مو خودش طریقش مذهب، یعنی مذهب الهی، یعنی پیروی و شیوه و طریقش است. ای بود. اما این که ما میگیم که دین عقیده شخصی هر انسان است، نخیر، ای مقوله و ای عقیده به کلی باطل است، زیرا دین عبارت از آن است که انسان مؤمن و مسلمان وقتی که به ای عقیده میکند که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، باید امی ایمان در تمام اعمال و در تمام کردار و در تمام گفتار از او باید عملی صورت بگیره. اگر عملی صورت نگرفت، از اینجاست که باز احکام را هم قرآن اسلام نازل ساخته که در برابر کدام نافرمانی چی کیفری برای او مستحق میشه، در برابر چی نافرمانی چی کیفری یا چی جزایی برای او تعیین میشه، و اگر عمل خیر انجام میده در کدام پیمانه او مستحق پاداش کامل میگرده، در کدام وقت مستحق پاداش ناقص میگرده. دین ضرورت اجتماعی، ضرورت نه تنها دین یک مسئله شخصی یک انسان است، نه خیر، عبارت از مسئله اجتماعی یا مسئله جماعی، مسئله همه انسان ها میباشد. تشکر دکتر سه محترم، این موضوع رو روشن کردین. قراره که خود بحث شریعت و مقاصد شریعت مثل شما گفتین خود از یک کورس کلان است، نمیشه که در یک برنامه دو برنامه صحبت شود. اما گلچین بعضی چیزایی که تراوش میکنه از این جیانش گوش میکنیم، برای بینده های خودی را تماس بگیریم و کسایی که آرزو دارن، سوال دارن در این مسئله شریعت و مقاصد دین یا مقاصد شریعت، میتونن سوال های خود مطرح کنن مثل همیش. و یک چیز دیگه دکتر صاحب که بسیار زیاد
مردم به حساب ترسانده دیده باشین در اینجا سر شریعت که گپ میزنن و اتمی مردم اینجا که ما در امریکا که زندگی میکنیم کل از یا شریعه شریعه میگن چیزایی میگن که واقعا یعنی از شریعت اتومات مثلا موی جانشان میخیزه که شریعت چی میکنه متوجه هستین در خمه چرا یعنی انتبار از کجا گرفتن مثلا مسئله حد است این حال در مسئله حد یک قطع کردن دست است مسئله سنگسار است یا رجم است این چیزا این کسایی رو استفاده کردن غلط استفاده کردن و نمیفهمن که تطبیق از یام در شرایط خاص خود تطبیق میشده و بسیاری چیزای از یام مثلا در وقتی که شده دیگه باز از ما تکرار از این عطا ندیدیم از این خود شما دکتر صاحب در این باره یک چیز اشاره کرده میتونید موضوع عد و تطبیق شریعت که ما میگیم کدام قسمتش پیغمبر صلی الله علیه و سلم این چی رقم شرایط کار داره این سوال مهم است به نظر من کلیگی بفهمم خیلی زیاد مهم است الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله متاسفانه که یکی از بزرگترین نواقص هر تحقیق و هر پژوهش علمی و اکادمی باید بر اساس امو منابع و مصادر اصلی از او بوده باشه نه بر اساس اعمال و اشخاص هیچ وقت ما یک حکم یک نظریه ما از اعمال اشخاص نمیگیریم بلکه نظریه از مو اصل منبع و سرچشمه از او میگیریم من میبینیم ما به قرآن مراجعه میکنیم که باید اصل شریعت است و به حدیث پیغمبر که اصل شریعت است صلی الله علیه و سلم اگر ما به حدود و قصاص ما دقیقا چنانچه که در قرآن است و چنانچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم اون رو بیان کرده واقعا ما به او مراجعه بکنیم ما میبینیم که واقعا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب در قصاص برای شما حیات است درست است که در قصاص عبارت است قتل کسی است که قاتل بوده باشه یعنی قاتل باید در مقابل مقتول او باید به قتل برسه قصاص شود اگر دستش بریده دستش اگر هر یعنی چی قتل است یا چی قتل عضو است که رو بنامه چی میکنیم مادون نفس میگه میشه یکی قتل نفس است یکی قتل مادون نفس اما از خود شرایطی داره از خود بسیار بسیار شرایطی دقیق داره حالا ما نمیتونیم که به طورت مفصل هم از اما چند چیزی را از زبان مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم و از خود قرآن ما بیان میکنیم وقتی که قرآن برای ما بیان میکنه که در مورد قصاص در آخرش برای میگه و ان تعفو و تصفحو با وجود که بیان کرد اگر با شما عفو میکنین و گذشت میکنین ببینین که اجر شما در کجاست رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهم ادرؤوا الحدود بالشبهات شما امی حدودی که هست و قصاصی که هست ایره بجزئی ترین شبهه بجزئی ترین شبهه او رو شما ساقط بسازین بخاطب نشه هدف حدود و قصاص در اسلام هرگز و هیچگاه عملی کردن نبوده بلکه عبارت از علاج واقع قبل از وقوع است علاج واقع قبل از وقوع است اگر ما به صورت مثال ما تنها در مورد زنا اگر ما مورد بحث قرار بدهیم ما میدانیم که در چندین برنامه و چندین پروگرام چکنیم به صورت نمونه یعنی ببینیم که در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که زنا بالای ثابت میشه آیا به شهود ثابت شده؟ نه خیر چرا؟ اثبات زنا به شهود عبارت این است که چهار شاهد او رو با چشم عینی خود بدون بالعین المجرده یعنی هیچ وسیله دیگر نبود با چشم خود چهار نفر در آن واحد او رو با چشم خود مشاهده کنه و به این صورت باز پس دو که اگر نبوده باشه در جزئی ترین شبه شده باشه در اینجور بالای خود شهود بالای اونها حد است حد چی است حد قصف است همچنان در مورد قد اگر جزئی ترین شک و شبه در او بوده باشه امو چی ساقط میشه متاسفانه که ما فقط تنها امو کسانی که به هر نام و هر نشانی که بوده باشن اونا گفتن ما حد تطبیق میکنیم یا قصاص تطبیق میکنیم همه مردم وقتی که نام شریعت میشنون از او احراس میکنن یا از او خوف میکنن اما در اصل شریعت در اصل حد و قصاص او رحمت است برای انسانها برای سایر بشریت چرا؟ اگر امی حدود چنانچه که علما و فقهای ما به یک تمثیل میکنن میگن اسلام بسیار زیاد خوف و بیم داده
که به کار نزدیک نشو، به کار نزدیک نشو، به کار نزدیک نشو. بس اگر شدی چونی نشو چنان، اما وقت در صحیح عمل میرسه، در صحیح عمل باز چی میشه؟ بسیار 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 شرایط است که او رو صحابه ساخته نمیتونه. یک نمونه شو برتان میگم در اینجا با اجازه شما. وقتی که عمر بن خطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین بود، این شبها میگشت در بازارهای مدینه و در پیستخانه با لباسی که کسی رو نشناسه. در یکی از شبها وقتی که دید که در یک خانه با چشم خود مشاهده کرد که در اینجا یک عمل ناروا بین مرد و زن نامحرم انجام میگیره. در این وقت عمر امیر المؤمنین هم هست، تمام قدرت به دستش هست. در این وقت پس میگرده و قهقرا میره، یعنی به عقب میره و شب تا صبح به صورت درست خواب نمی کنه. در نماز فجر که میشه، اولین سوالی که میکنه در نماز شب همیشه مشورش با علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بود. با علی ابن ابی طالب برش گفت که یا علی، گفت بله، گفت اگر امیر المومنین شخص دو شخصی را در حالت این عمل فحش ببینه در این صورت امیر المومنین باید چی بکنه؟ گو باید سه شاهد دیگر با خود حاضر بسازد. در امو وقت سه شاهد دیگر با اون نمیشد. گفت اگر شاهد حاضرش ساخته نتارد کال چیگو برای گفت فضربن على ظهر امیر المومنین، فضربن على ظهر امیر المومنین، باید که خود امیر المومنین مورد حد قصف قرار بگیره. هر درست است که در اسلام حدود است، در اسلام قصاص هست، هیچ چیزی کسی منکر کرمت از جمله آیات و محکمات است، اما صحیح عملی از او خیلی خیلی زیاد است. به خاطر چی؟ به خاطر به وجود آوردن امن و امان برای مردم و برای بشر. الله اعلم. شکر دکتر سر محترم، واقعا نمی رقم است. و یک چیز دیگه اگر ما داشت اضافه کنم با اجازه شما، امروز مثلا قطع دست مثلا وطن خودم از نظر بگیریم، یکی میکنن نمیکنن ما مشنیم یا می ندیدیم با چشم خود، اما اگر هدف از این باشه که دهی دزدی هایی که دهی شب و روز شکما گرسنه است، امنیت درست تعمیل نیست و مسائل کار و وسائل ما قراره که تا جایی که ما شنیدیم از بزرگا و علما، مثل که شما عرض کردین، شرایط تطبیق حد شرایط خاص خود داره. مثلا اگر قطع دست که یک چیزی که بسیار عام رواج داشته، اگر در صورت کار باشه، در صورتی که مردم از گرسنگی به این حالت نباشه، در این حالت اگر کسی برد دزدی کنه که حیات اولاد خود به حساب نجات بده از مرگ مثلا، درست؟ در این قسمت من فکر نکنم شرایط حد در اینجا تطبیق شود دفعتن، برای اینکه اول شاید قاضی سوال کنه که شرایط چی رقم است، آیا نان موجود بوده، آیا در خانه از این اولادش گرسنه بوده یا نبوده. من نمیفهم در این باره شما چی فکر میکنید دکتر؟ یک سوال بسیار عمده است که در اون شب یک مجلس بوده میره مطرح کرده بودن. سوال بسیار مهم است و در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدین الذین یأتون من بعدی عضو علیه بالنواجس. شما از سنت ما پیروی بکنین و از سنت خلفای راشدی که پس از من میان شما پیروی بکنین، اون رو با دندانهایتان محکم بگیرین. یعنی سنت خلفای راشد هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیاین ببینیم خب عمل ایره میفرمودی که پیشتر شما گفتین. بیاین در عام رماده، عام رماده سال خوش سالی، یعنی سال خاکستری سالی برآمد. در عام رماده یک قحطی بسیار شدیدی آمد به اهل مدینه. در اینجا مردم از گرسنگی و اسید کسی دزدی کرد، به پیش امیر المؤمنین عمر بن خطاب حاضر کردن، گفتن این دزدی کرد. امیر المؤمنین گفت ما باید برزی نیازمندی های ضروریش آماده می ساختم باز بارش حد تقدیم. آیا کسی از عمر بن خطاب رضی الله عنه عادل تر است؟ ببینید خودش چی کرد. او حد ساقط نکرد، بله، و حد توقف داد. یکی سقوط است، اسقاط است، یکی توقیف است. توقیف بایی کرد که تا وقتی که من نتانم شرایطش برشان برمیاسر بسازم. و گفت خودش بازم گفت که والله لو ان شاطن فی ارض عراق کسرت رجلها لسألنی ربی یا عمر لماذا لم تمهد الطريق لها. اگر یک پای گوسفندی در سرزمین عراق بشکند، والله که الله عز و جل از من میپرسد که ای عمر چرا راه برای گوسفند هموار نساختی که پایش شکست. شما ببینید که وقتی که در حق ازی بوده باشه، در حق انسان ها چی بوده باشه، نه قطعا نه، بلکه در حد و در قصاص در اسلام در او رحم است و مرحمت است و ترحم است و شفقت است و لطف است. بله،
بخی درست دکتر سمیجا، دو سوال برادر عزیز گرامی ما علی توحیدی که همیشه برنامه های ما شما رو تماشا میکنه و مخلص هستن به شما، اینجا یک سوال جالب کردن، گفتن که بعد از اینکه میگن اجر دارن نصیبتان، اگر موضوع برنامه تان بسیار مهم است، یک سوال داشتم. بعضی برنامه سازان به نام برنامه اسلامی میاین غیر مستقیم اسلام را میکوبند و میگویند که ما به 1400 سال قبل بر نمیگردیم. در این قسمت نظرتان خواستم و تقریبا شما بعضی شاشا گفتین، اگه مشخص کنم جواب برادر محترم ما رو بدید. بارک الله فیك از برادر عزیز ما توحیدی، یعنی واقعا از همه برادران و خواهرایی که با ما هستند و ما این که ما را تایید میکنند و این که بالای ما انتقاد دارند، ما از همشان اظهار سپاس و تشکر میکنیم و از کسانی که اونا انتقاد و اعتراضی دارن، ما از اونا هم خواهش جدی داریم که اونا هر انتقاد و هر اعتراضی داشته باشن، با جبین گشاده، با قلب مفتوح، با قلب پر از ایمان، ما او انتقادات و اعتراضاتشان قبول میکنیم و اگر تانستیم جواب برشان میگیم. از این برادر عزیز ما هست، همه برادرها خوارات بزارد. نخیر برادر، ای که ما به 1400 سال قبل ما ضرورت نداریم یا برنمی گردیم، برگشت به 1400 سال نیست، بلکه برگشت بر اصل و اساسی است که او به خاطر سعادت و به خاطر شادکامی دارین همه انسانها و همه بشریت نازل شده. آیا شما کدام چیزی رو میبینین در اسلام که قابل تطبیق در هر عصر و در هر زمان نبوده باشد؟ نخیر، هست، هست. اما در اینجا ما یک مشکلی است. مشکل در اینجاست که ما نمیتونیم اما برداشت های اسلام را ما به صورت درست ما او را هضم بکنیم. اسلام آیات محکمات دارد، اسلام آیات متشابهات دارد، اسلام ارکان دارد، اسلام معاملات دارد، اسلام سیاست دارد، اسلام اجتماعیات دارد. هر کدام از اینا قابل بحث است، قابل توسعه است. بس یعنی موضوعاتی که میگم، موضوعات معاملات، موضوعات سیاسی، موضوعات نظامی، موضوعات خانوادگی، اسری، اینا همه از اینا موضوعات است که اسلام برای ما یک زمینه بسیار وسیع برای ما گذاشته که ما در بالای چتر، در زیر چتر چی است؟ زیر چتر همو احکام قرآن و احکام رسول صلی الله علیه وسلم که بارت از آسایش و رفاهیت و عدم ظلم است، برقراری عدالت و برقراری چی است؟ برقراری رفاهیت و آسایش برای بشریت باشه. بله دکتر صاحب محترم، اینجا برادر عزیز ما جناب چوپان، چوپان دیخان چوپان که نام راستی از مخلصین برنامه گفته شنود و همیشه ما از به حساب بیننده های بسیار معزز ما هستن، در این قسمت یک نظر دادن و نظر شما رو میخواین. میگن چون در مدت های ما وقتی که صحبت میکنیم زیادتر مطرح خود افغانای ما شماست، برزی که به زبان خود صحبت میکنیم زیادتر مسائل مردم خود ما مطرح است، یعنی ما به زبان و یا افغانستان مثال میتن یا دیگه جای میگین، چون شریعت بسیار مدت است که تطبیق نشده، از این خاطر وقتی که ما از شریعت و تطبیق شریعت صحبت میکنیم برای کلگی نو به نظر میخوره، یعنی از این خاطر شما در این باره کدام تبصره دارین سر صحبت برادر عزیز ما؟ ما بازم با اظهار سپاس و تشکر از برادر عزیز ما دهقان چوپان، درست است، از تمام پیشنهاداتشان، از تمام بعضی ملاحظاتی که هم داشتن ما اظهار تشکر و سپاس میکنیم. درست است که یک چیزی که عملا به صورت عملی، به صورت عملی مخلصانه که بوده باشه، ما کمتر دیدیم که اسلام به تمام جوانبش مورد عمل قرار بگیره، مورد تطبیق قرار بگیره و مو جوانب رحم و مهربانی اسلام که اصل و اساس است در اونجا، او اگر مورد تطبیق قرار بگیره بدون شک همه انسان ها از او ترحیب میکنن، از او پذیرایی میکنن. اما چون ما متاسفانه که همیشه احکام اسلام به صورت بسیار متشنج، به صورت بسیار یک غضبناک، به صورت این که مثلا
آتش است و دوزخ است و گرز است و آتش است. اما رحمت اسلام اگر برای مردم تقدیم شود، رحمتی که او رسول الرحمه صلوات الله و سلام و علیه برای ما آورده، رسول الرحمه ای که او نه تنها برای انسان ها رحیم بود بلکه برای همه مخلوقات کائنات رحیم بود باشه باشه. اگر ما همی جوانب رحمتی که شما در به مراسم یاد بود از میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم چندین پروگرام های تقدیم کردین که در مورد عدالت و در مورد رحمت اسلام و رحمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بدون شک حتما انسان ها قبول میکنن، چرا انسان ها از خود منطق دارن، از خود عقل دارن و با معقل و منطق رسای خود میدانن که واقعا یک دین است که به خاطر آسایش و رفاهیت آمده و هرگز به خاطر ظلم و ستم نیامده است. والله اعلم. بایی ما موافق هستیم چیزی که برادر ما دقانیار دوست چوپان میگن، و واقعا چون در وطن ما مسائل شریعت بسیار وقت بوده که تطبیق نشده، از زمان خاطر فساد و فحشا و مسائل سرقت و همه چیز به عوج خود رسید، و با وجود که ما خود از جمهوری اسلامی خطاب میکردیم به حساب، اما در چیزی که دور بود که در این مسائل عدالت تامین نمیشد و این خود از ذات خود کلان یک مشکل خلق کرده بود و می باعث شد که فساد و فحشا و غیره و غیره بعد رسید که مملکت به یک نقطه دیگر رفت. یعنی در این قسمت ما هدف ما شما همیست که وقتی ما سر مقاصد شرعی صحبت میکنیم که موضوع روشن شد و مردم آشنا شوند که شریعت چیز نه، شریعت بر گفته که شما گفتید رحمت است، بر حفظ دین، بر حفظ به حساب انسان، به حفظ فامیل، خانواده، اجتماع، مملکت، شریعت بر مفاد ما شماست. و موضوع بسیار جالب است و اینجا بخلم برادر عزیز ما استاد فضل غنی کنم انتقاد سر املای مقاصد شریعت که نشته کردن که انسان اسلام میشه، امور رقم نشته شده با فارسی، اما انشاءالله کسایی که میفهمن پشت نقط نمیگردن دیگه، حتما میفهمن که مقصد ما چی است، مسائل املایی چیزهای تکنیکی و اسلام میشه. بخیر، به هر صورت دکتر سه محترم بحث جالب است، ما خوش میشم که از دیگرام اگر سوال باشه، نظر باشه، در غیر از ما شما پیش میریم. شما در هفته پیشتر سر دو قسمت اولش صحبت کردین، در قسمت اولش یک موضوع دیگر هم گفتین، شریعت در مسائل خانوادگی، حتی در مسائل خوراک ما، پوشاک ما، برای کل چیز یک نسخه داره، یک تجویز داره برای ما و شما. در این قسمت یک کمی صحبت کنیم که شریعت به اینجا چی رقم رول در زندگی شخصی ما بازی میکنه. انشاءالله. بارک الله فیک. ما ورده مو جزء حفظ نسل میایه. حفظ نسل یعنی همین موروی که چگونه نسل بشریت باید تضمین شوه، باید حفظ شوه، باید از فساد و از تباهی باید ای چی شود؟ در امن و امان بوده باشه. یکی رو به نام حفظ نفس میگه. و در مورد حفظ نفس اسلام بسیار مسائل زیادی رو صادر نموده که عبارت از احکام ازدواج است و احکام طلاق است، احکام میراث است، محرمات است و همچنان محرمات به نسب است، محرمات به مصاهره است. یعنی موضوعات بسیار به صورت مفصل بر ما بیان کرده و واقعا با اعتراف همه عقلا میگوین که واقعا امو اساسات را که اسلام در مورد حفظ نسل بشریت صادر نموده مثیل از او هیچ وجود نداره، زیرا اسلام در اولین هدفش طبعا پس از اینکه اثبات وحدانیت الله عز و جل میباشد این است که انتشار نسل بشری چنانچه که قرآن وعده داده، چنانچه که الله عز و جل در قرآن وعده داده، و باید انتشار نسل بشری صورت بگیره و بدون از اینکه در او کدام فساد و افسادی در او بوده باشد. استمرار و ادامه نسل بشری در روی زمین و عدم فنا و نابودی او یکی از اهداف اولیای اسلام است. و در این مورد اولین چیزی که ما اسلام برای ما بر بشریت بر مقام آورده، تقدیم نموده، هدیه نموده، یکی از بزرگترین اهداف اسلام از ضروریات خمسه در مورد حفظ نسل همین چیز است که ازدواج است. و ازدواج یگانه راهی مشروع و یگانه راهی عملی انتشار نسل بشری است
گزیرا از اینجاست که ازدواج در میان تمام ادیان از طرف تمام ادیان آسمانی قبل از اسلام وجود داشته با شکل از اشکال، شاید در طریق و در نوع، اما امی ازدواج بین زن و مرد امی ازدواج بوده و امی ازدواج سبب انتشار و کثرت نسل بشری می باشه. در این حال اسلام تنها به ازدواج توجه نکرده که باید ازدواج، او به تربیت نسل آینده توجه کرده که باید نتیجه این ازدواج، نتیجه این ازدواج، ثمره این ازدواج باید مورد تربیه بهتر و برتر صورت بگیره. از اینجاست که بسیار زیاد آیاتی از قرآن کریم و احادیث زیادی از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد موجود است که در مورد تربیه نسل در برمیت تربیه نسل آینده در او چی کرده؟ توجه کرده. و قرآن کریم در مورد امیب آداب و اخلاقیات ازدواج آیات زیادی بر ما در قرآن کریم موجود است که می فهمید که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا على اهلها. ببینید که از آداب حتی در مورد تربیه نسل آینده در به جامعه تقدیم میشه، حتی از ابتدا آغاز میکنه که چگونه شما باید دیگر ملاقات بکنین، چگونه شما از یک دیگر دید و وادید بکنین، در اسنای دید و وادید شما چه میکنین. در این حال چیز کرده، احکامی رو نازل کرده و احکامی رو صادر نموده که در اون میگوید که والذین یرمون المحصنات المؤمنات، شما از قذف و از اتهام و از بهتان پاکیزه ها مرد و زن شما اجتناب بکنین. به جزایش هم چی گفته؟ بسیار زیاد گفته دیگه. ما هر قدر که از در حفظ نسل که باید از ادامه نسل بشری می باشد اسلام توجه کرده و در رسشان گفتیم برای شما که در رسشان امو ازدواج است یگانه و بهترین راه انتشار نسل بشری باشد. الله اعلم. شکر دکتر صاحب. جناب استاد فضل غنی مجاهدی تشکر میکنیم که این غلطی املایی را بر ما با مهربانی رساندن پیام خدا. امیدوار هستم صحت سلامت باشند. ما احترامات خدا خدمتشان تقدیم میکنیم. بر جامعه ما غنیمت هستم. امیدوار هستم که بعض اوقات خدا فرصت میسر شود که بعض صحبت های داشته باشند و بیننده های ما انشاءالله که استفاده کنند. دکتر صاحب محترم، بعض خدا دوام میدیم. هدف از شریعت است و مسائل شرعی و حدم صحبت کردین و چرا مردم خوف دارد شریعت. اینجا یک برادر دیگه ما یک سوال دارن به نام حمید کتوازی که دفعه اول است که ما الحمدلله از جا سوال میگیریم. سوال به اسمه که بعض از انسان ها که خود را قرآنیون مینامن میگوین که شریعت یا حدیث در قرآن چی است؟ آیا شما به این چی دلیل دارید؟ میگن در اینجا برشان هدفشان نیست. سوال آمده بعض انسان ها خود را قرآنیون می نامند می گویند که شریعت یا حدیث در قرآن ذکر نشده. من یک چیز را گرفتم، آیا شما چی دلیل دارید؟ الحمدلله و صلات و سلام رسول الله. از برادر عزیز ما جهان سپاس تشکر میکنیم. از همه برادران و خواهران عزیز، این موضوع قرآنیون است و کسانی که دایی بسیار زیاد بحث کردیم و بحث بسیار زیاد شده و به صورت خلاصه ما میگیم چرا این بحث اصلا انتها نداره. همین قسم است شده باید بوده باشه. از امروز این قرآنیون زاده امروز نیستن که قرآنیون بکر زاده در عهد بسیار تقریبا 7 قرن پیش بوده. این موضوع قرآنیون. اونا میگوین که قرآن یک موفقت تنها قرآن است و بس. ما به قرآن این هدف حفظ قرآن نیست و هدفشان هم تایید از قرآن نیست و هدفشان هم چنگ زدن و تمسک به قرآن نیست، بلکه هدفشان او تخریب قرآن است. چرا؟ وقتی که ما حدیث تخریب کردیم، در تخریب حدیث تخریب قرآن است والعیاذ بالله. اما به صورت بسیار خلاصه و فشرده برای همه برادران عزیز ما میگوییم که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اساس خود قرآن
ثابت میگردد که احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، احادیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم، او شارح دین مبین اسلام است. و خود قرآن بسیار با صراحت میگوید که یا ایها الذین آمنوا و ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آیا ایره به کدام زبان اینا ترجمه میکنن؟ به هر زبانی که ترجمه بکننشه نمیدانم چرا او رو خاص بر قرآن میگوین، آنچه را که رسول صلی الله علیه و سلم و رسول هم با صیغه الفلام معرفه ذکر شده، هدف امو رسول معروف است که برای محمد صلی الله علیه و سلم است، آنچه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما آورده است از او شما اخذ بکنین، پیروی بکنین، از آنچه که شما را منع کرده از او شما امتناع بورزین. و آیات زیادی دیگه است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطیع الله و اطیع الرسول، امی اطیع الله و اطیع الرسول، چرا به تعقیب الله عز و جل اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده؟ آیا اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم مرادش چی است؟ هدف از اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ اگر مراد از اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم نشنیدن سخنانش بوده باشد، پس اطاعت یعنی چی؟ در آیت دیگری می فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. باز هم می بینیم که رسول در به تعقیب الله، شما هیچ سخنی را بالای سخن الله عز و جل و بالای سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار ندهید. در آیت دیگری می فرماید که الله عز و جل لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الحکمه. از این که چی تفسیر بوده باشه؟ خوامی قرآن برای ما گفت که به تفسیر که الله عز و جل برای مؤمنان منت می گذارد که از میان خودشان، از جامعه خودشان رسولی را برایشان فرستاد، رسولی که سه وظیفه دارد. وظیفه اولیش این است که یتلو علیهم آیاته، این که قرآنی که برای او نازل میشه او رو برایشان تلاوت و قرائت میکنه، و یتلو علیهم آیاته و یعلمهم آیاته و یعلمهم الحکمه و یزکیهم، و اونها را پاکیزه میسازه با چی؟ با عقیده توحید و یکتاپرستی. یزکیهم و یعلمهم الحکمه. وظیفه سوم، وظیفه اولش عبارت از تبلیغ وحی الهی برای مردم، وظیفه دومش تزکیه و پاکسازی انسانها، قلبهایشان از شرک و از بتپرستی و امثالش، و وظیفه سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم یعلمهم الحکمه، یعلمهم الحکمه. فما المراد بالحکمه؟ مراد از حکمت پس دین چی است؟ مراد از حکمت عموم احادیث اقوال رسول، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بسینه است، احادیث فعلی هست، احادیث قولی هست و احادیث تقریری است. احادیث فعلی این چه که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را به عملا بر ما آموخته است که خذوا عنی مناسککم، شما مناسک حجتان از ما بگیرید، و می فرماید که صلوا کما رأیتمونی اصلی، شما نماز بگذارین چنانچه که من میگذارم. اینا عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم. قولی از این است که المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان آن است که مسلمانان از شر زبانش و از شر دستش در امن و امان باشند. تقریری، حدیث تقریری رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ این که رسول الله صلی الله علیه و سلم عملی را مشاهده بکنه از طرف مردم و او را اوکی بکنه، او را تایید بکنه، بدن او را معنی نکنه، مثل که بی تعاطی و امثال بود بی خود موضوع فقهی است. پس در اینجا بایی میشیم که اگر ما احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اعوذ بالله پشت سر بگذاریم، چنانچه که بارها و بارها و بارها ای سوال کردیم از امی کسانی که خود را به هر نام و هر نشانی که خود تاکسیم، ما برایشان میگم که برادر عزیز، خواهر عزیز، برای من فقط تنها بیاین، به تنها به قرآن برای من بگوی که من امی حج چگونه ادا بکنم. بس در ما خود در قرآن فو برای من، قرآن برای من میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از این خو بیشتر برای من نگفته، و دیگه و طهر بیت الطائفین و القائمین و الرکع السجود، از این خو برای من نگفته که شما چگونه احرام ببندین، چگونه شما در جمره برین، چگونه شما طواف بکنین، چند طواف بکنین، طواف از کجا آغاز بکنین، با کجا سعی، این چیزا چی هست؟ اصلا حل نمیشه. قرآن بدون حدیث وجود نداره و قرآن خودش حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت ساخته که
ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاکم الله خیر دکتر صاحب محترم. برادر ما حمید کتوازی در اونجا قسمتش که گفتن با قرآن در تکر است حدیث گفتن، یعنی هدفشان این بود کسایی که امروز ما شما برنامه را میبینیم، هیچ وقت ما در برنامه نام نمیگیریم، اما کسایی هستن که قرآن پیش خود میمانن و نمیفهمن که چی را خوانده میشه، از ترجمهش با مردم توضیح میتن و تشریح میکنن، خود مفسر قرآن و اینا میگن کل چیز که هست در قرآن است، هر چیز دیگه که هست هدفش ای بود و میگه در قرآن در تکر است. من شما تایید کردین چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگویه و حدیث موثق و معتبر و قبول شده باشه، هیچ وقت با قرآن در تکر هیچگاه و هرگز قرآن ضد حدیث نیست و هیچ وقت حدیث مناقض قرآن نیست، بلکه قرآن مؤید حدیث است و حدیث مشرح و شارح قرآن است. هیچ وقت برخورد یا تکر یا تضاد بین قرآن و حدیث نیست. هر آنچه که احساس بدید و دلالت به مو عدم فهم و درایت خود و شخص میکنه، اما در حق و حقیقت هرگز تناقض میان قرآن و حدیث نیست، بلکه تأیید است و شرح و بیان است. تشکر از بیننده های نهایت عزیز، برادرای ما که برنامه را تماشا میکنن و شریک میسازن دیگر را، و کل ما شما در این مجلس خیر که الحمدلله کل سم میگیرین، کل ما انشاءالله تعالی اجر دارای نصیب شما شو و از ما همچنان، و امیدوار استیم که از این صحبت های دکتر صاحب محترم استفاده لازم میشه و همیشه، و تشویق های شما و شیر کردن شما واقعا برنامه را برای کلگی مفید میسازه. یک سوال دیگر هم اینجا برادر عزیز ما دارن که این سوال است که من خودم همیشه ایره مطرح میکنم، جوابش هم آسان است، اما از خاطر از این که برادر ما این سوال کردن ما ایره مطرح میکنیم. برادر ما بستان پنشیر، شما آشنایی دارین با برادر ما بستان پنشیر، اینا همیشه یکی از پشتیبانان همین برنامه ها و برادر بسیار معزز و خیر ماست. میگه یک سوال از دکتر صاحب دارم، چرا در افغانستان در سابق علوم دینی در مکاتب هفته یک بار یا دو بار آنم در آخر ساعت درسی می بود و اکثر استادان هم مسلکی نبودن، حتی آیات قرآن را درست نمی خواندن؟ این مشکل در چی بوده؟ نظر شما رفا خودش می فهم می خواهد که امیر یک دفعه دوباره سرش صحبت کنیم. با عرض سلام و با عرض احترام و اظهار سپاس و تشکر از برادر عزیز ما اگر سوال جواب بگیم، ما اونجا میگیم از خود و مسئولین بپرسیم که چرا چنین بوده. اگر همی به عدم اهتمام، عدم توجه و بی اعتنایی قصدی، اما باید این اضافه بکنیم، عدم توجه، عدم اهتمام قصدی، نه سهوان قصدی بوده، که باید همی قسم باید که مضامین دینی پیش پا افتاده بوده باشه و معلم مضامین دینی باید اگر انسان مسخره بوده باشه، باید یک انسانی به ساعت مزامین دینی، ما خودم در مو کلاس های درسی یا سنف های درسی خودم به اصطلاح سال ها رو گذاشتاندیم، ما خودم در داخل افغانستان هم تا سنف اول فاکولتی شریعت ما تحصیل کردیم، همه چیز به چشم خود مشاهده میکردیم که ساعت علوم دینی چی دینیات بود و چی قرآن کریم بود، چی ساعت مسخرگیری بود و چی مدرس رحمت الله علیهم جمیعا و مدرس یا معلم علوم دینی تا چی حد مسخره بود و چرا اصلا چیز دیگری هم بود، چیزی از بالا بود و چیزی هم خودش فاقد الشیء لا یعطی. یک اصل و اساس است که کسی که چیزی نداشته باشه چیزی دادن نمیتوانه. اگر ما از علوم دینی خودم برخوردار نبوده باشم، اگر در موضوع یا مضمونی که من درس میتم دو اگر من خودم وارد نبوده باشم، من یقین کامل دارم که من نمیتونم برای دیگران از اون چیزی تقدیم بکنم. دکتر صاحب محترم، در اینجا مستقیم هدف شانی بود، ما هم فهمیدم همین سیستم را که در افغانستان که ما امروز بسیاری کسا حسرت از اون سیستم هم میخوره، در اون سیستم اصلا دین مطرح نبود و این مسائل سکولارستی، مسائل تقلید از غرب، مویات ایتو کت کو با خورا و مادرها دامانایتان ایتو کوتا کنین، چادر و اجابتان ایتو پس کنین، این چیزها را ترقی و تمدن برای ما شما شناختن و کسی که میرفت زد از این گب میزه رو به نام
برادرای اخوانی و حتی میگفتن اخوان و شیاطین یادتان باشه، این گروه بندی ها را شده بود در افغانستان و هدف داشت برای زی که استعمار گذشته که استعمار جدید چکلش فرق میکنه، میخواستن که دین و حساب از زندگی ما بکشند و بدبختی ما شما از اونجا شروع شد که بنام آزادی و بنام روشن فکری بیبند باری ها شروع شد و تمام جنجال هایی که امروز ما در مملکت اسلامی گویا میبینیم منشیشون از اونجا شروع شده. همی آزادی ها، همی دموکراسی، رقم آزادی ها را که داده بودن هم وقت شمیست. ما خودم در مکتب مثلا شاگرد صنف اول نمره و دوم نمره بود، در قرآن شریف نمره ما پایین ترین بود. چرا؟ معلم قرآن شریف ما خسته ترین آدم بیچاره، از چهار آسیاب ما در مکتب بیا درس میخوانیم سر بایسکل میامد و پس چهار آسیاب میرفت. فکر کنین تو که میرسید و ما برای چیز نمین موازیده و بچه هم شوخ بودن در صنفش از سن میگرختن برزی که همین رقم سیستم جور کرده بودن. اما انگلیسی هر روز داشتیم، با مسائل معلومات که به حساب چیزایی که چادر بی بی، چادر بی بی که چادر شادخ بلقیس چقدر راز است یا دیگه و دیگه، در این مسائل هم میفهمیدیم. فامیل خانواده هم ببخشید یک کمک کسی ما خود خودمانی ساختیم و این مشکلاتی که برادر ما صحبت کرده بود هدفش چی بود که سیستم ما سیستم به اساس اسلام کار نکرده بود و به نام اسلام چه ما شما زندانی دادیم، چه علمای ما شما در زندان دیمزنگ و غیره و غیره جان خود فدا کردن به نام اسلام، کوبیدن، کشتن، زدن، کندن، کلش اهدافی بود که امروز نتیجه شما شما بینیم. این نظر شخصی من بود. یک چیز دیگر هم اینجا دکتر سه برادر ما سال محمد کیام از بینده های برنامه ما شما هست همیشه لطف میکنن. اینجا یک نظر خود گفتم و میفهم که هدفشان چی هست و میخوام این رو بخوانم. میگن که بعد سلام میگن برنامه را تمجید میکنن، میگه همه چیز را مطابق قرآن و حدیث بیان میکنید. شما را میگه دکتر صاحب یک سوال داشتم. یک تعداد خود را محقق اسلامی میگن اما قرآن را غلط میخوانن و ریش خود را هم میتراشن و مخالف ریش گذاشتن هستند. در این مورد میگه نظرتان را میخواه چی میگن دکتر صاحب؟ سوال است دیگه، من برای تا مطرح میکنم. بر جواب از اینا، بر جواب از برادرها، با عرض احترام، با عرض حرمت، با عرض سپاس برشان میگم که هر انسانی چنانچه که قرآن برای ما میگه هر انسانی مسئول سخن خود است. هر انسانی مسئول سخن خود است. هیچ انسانی سخنی نمیگوید که مگر اینکه از مو مسئولیت خودشه. یعنی هر کسی هر چیزی که ادعا میکنه، هر چی میکنه، او خودش مسئول سخن خودش است. فردا اگر عقیده راسخ بی داشته باشه که فردا در برابر الله عزوجل حتما تقدیم شده نیست و همچنین از پیش سوال میشه، او خودش با جواب میگه که چی گفته چی نگفته. از این خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار یک هشدار، یک اخطار بسیار شدید داده ماره و او رو همیشه در فکر و ذهن ما شون بارها رو تکرار کردیم که وقتی که ما به امرای شما در این کرسی میشینیم، ما واقعا همو فرموده مالک بن انس رضی الله عنه امام مذهب مالک به پیش خود میارم که گفت که هر کسی که در کرسی فتوا می نشینه باید قبل از اینکه زبان باز میکنه باید دو چیز در برابر چشم خود حاضر بسازه: بهشت و دوزخ. این که پس از اینکه سخنش خلاص میشه یا در اونجا است یا در اونجا جایش است. از این خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعده من النار. احادیث صحیح است. هر کسی که بالای من سخنی را، عملی را به دروغ نسبت میدهد باید و حتما دو تاکید فعلیت باوه، باید دو تاکید به باید جای خود را در دوزخ، در آتش دوزخ آمد ساخته شد. و هر کسی در قرآن بدون علم سخن میگوید باید جای خود در آتش دوزخ آمد ساخته باشه. و لعیاذ بالله، اعاذنا الله و اعاذکم من النار جهنم یا رب العالمین. سلامت باشین. ما در اینجا با تمام احترام در قسمت تزی که کسایی که ریش خود تراش میکنن دکتر صاحب شما در قسمت یک نظر بتین، برای اینکه بسیار برادای معظم محترم ما هستن و در این قسمت مثلا حکم وجود داره در قسمت ریش که بسیاری کسا فکر نکنن که ما. نظر شما در این باره چی است؟ نظر ما همیشه گفتیم که حکم گذاشتن ریش به سنت مؤکد است. گذاشتن ریش سنت مؤکد است.
و حلق یا تراشیدن ریش گناه است، اما گناه کبیره نیست. گناه است اما گناه چرا؟ گناه کبیره آن است که بر او یکی از وعید دوباره شده باشه. ما از کتاب براتون میگیم، یعنی از علمای ما که میگه که گناه کبیره آن است که یا وعیدی در قرآن به آتش بوده باشد، یا به عذاب بوده باشد، یا ای که در دنیا به یکی از احکام، به یکی از حدود و قصاب بوده باشد. ای چی است؟ ای گناه کبیر است. اما وقتی که در او وعید وارد نیست، او پس چی است؟ او گناه است. اما هست گناه است حلق و تراشیدن ریش. حلق چرا؟ اصل و اساسی که همه علمای ما با اختلاف نظرشان در مورد فرضیت و وجوبیت و سنت بودن هست، فقط امون حدیث، یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که آفو لها و قص شوارب، ریشما ریشها را بگذارین و سبیل یا برودها را شما کوتاه بسازین، قصو کوتاه بسازین، نگفت احلقو، قصو. فی فرق از بین قص و بین الحلق، فی بین فرق بین قص یعنی کوتاه کردن و حلق. اما در مورد اعفا یعنی اوفو اللحا، شما اشار بگید اوفو در اینجا چی است؟ نکره است، مطلقا مطلق است، اطلاق مطلق، اطلاق ریش است. نگفته که شما ریش بگذارین، ای که در او هیچ کدام چیز تاثیر نه، یعنی اوفو شما ریش ها رو بگذارین. ما میبینیم که اصحاب کرام ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اونها در ریش های خدا تصرف کردن. ابو هریره رضی الله عنه، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، اینها عمر ابن عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما، حتی به حدی که عمر عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما در حج وقتی که میرفت حلق میکرد و قصر پس از احرام، حتی در برابر چشم همه مردم اونها دست مبارک بریش خدا گذاشتن و یک قبض ریش خدا ماندن. به این معنا که باز خلاص کلام، گذاشتن ریش سنت مؤکد است، اما مقدار ریش اینکه بالای او اطلاق ریش شود، اطلاق لحیه. وقتی که اطلاق لحی بالای او شد، امی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بجا آورده. اما حلقش گفتیم گناه است، اما گناهی کبیری نیست. والله اعلم. جزاک الله خیر دکتر صاحب محترم، تشکر از بیننده های برنامه ما. برنامه ما را مقبولتر و رنگینتر ساختن با سوال های خود و از کلشان ما قلبا تشکری میکنیم. برشان اجر دارایی نصیب شوه. و همچنان از یک شریک کردن اینجا برادر ما کتوازی با پین گروپ گفت ما برنامه شما را شریک ساختیم. هدف ما همی است برادرای عزیز. اینجا ما دکتر صاحب نمیم که برکی دیگه خود میتونیم از طریق تلفن همی صحبت ها را کنیم. وقتی که میم در پشت پرده تلویزیون وقت گرانبهای شما را میگیریم، امید ماهی است که انشاءالله از این برنامه یک چیز استفاده شود و ما روز به روز بهتر شویم، انسان بهتر شویم، مسلمان بهتر شویم، مهربانتر شویم با مردم، از خشونت و از قهر و غضب یا کار نگیریم، مردم را توهین نکنیم، تحقیر نکنیم. هدف شریعت هم امی است، به حساب که دین آمده که ما را انسان های بهتر بساز، مثل که حضرت عمر رضی الله عنه میگفت که ما با آمدن اسلام مردمی بودیم که از عزت و از کل چیز دور بودیم. اسلام به ما عزت داد، آبرو داد، شخصیت هویت داد و الحمدلله که همه چیز است. و امیدوار هستم که همین هدف برآورده شود. هدف ما شما یکیست و از کل شما جهان سپاس. و حتما دکتر صاحب از طرف خود از شما تشکری میکنه بر زی که شما کسایی هستین که پیام ها را میشنوین که با دیگرها شریک میسازین. اما یک خواهش را که دکتر صاحب ما همیشه داریم، هر صحبت که میکنیم از منابع موثق صحبت کنیم که مسئولیت داریم. ما نمیتونیم اینجا بشینیم بدون مسئولیت هر چی که دل ما بخواه، خصوصا در درباره دین خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله، نمیتونیم که از معده خود به حساب چیز بگوییم. باید اگه چیز میگیم باید رفرنس داشته باشه، موثق باشه که گردن ما خلاص شه. و از این خاطر این برنامه که است، دکتر صاحب ما پیش از پیش تیاری میگیریم که سر چی صحبت کنیم. این برنامه هاتون نیست که دفعتا ما بگیم بیاین سر یک موضوع صحبت کنیم. هر موضوع تحقیق کار داره. هرچی عالم هم کسی باشه، بازم یک ترتیب و یک تنظیم و یک آمادگی کار داره. و ما با کسایی که این کار میکنه احترام دارم، از اینکه من دفعتا بدون تیاری همه چیز میگن آشان نادرست باشه. دکتر صاحب، نظر ما بود درباره ادامه از این برنامه ها. اینا شما میتونین داخل انشاءالله چی کنین
نظرتان رو بتین و با دعای شما برنامه را ختم میکنیم و از جمله تمام برادرای ما تشکر از برادر ما کتوازی که چندین شریک برنامه را و تازه برنامه ما را مشاهده کردن از نام تشکر میکنم. بفرمایید دکتر صاحب محترم. الحمدلله باز هم از تمام برادرها و خواهرایی که چنانچه فرمودین این که ما را تایید میکنن یا این که بالای ما تایید نمیکنن، ما از همشان اظهار سپاس تشکر میکنیم. برای برادر عزیز ما کتوازی سه و همه برادران عزیز یک بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم را برایشان بیان میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان بشارت میداد که الدالو علی الخیر کفاعلی، الدالو علی الخیر کفاعلی، هر کسی که یک انسان را به خیر دلالت میکند، راهنمایی میکند، تشویق میکند، او مثل اینکه خودش اما عمل خیر انجام داده باشه. بس اگر هر برادری در این راه این شیر میکنه، میره به دیگرا میرسانه، هر قدری که میرسانه یقین کامل داشته باشه که با هر قدم خود او خودش برای خود ثواب کمایی میکنه، برای خود ثواب کمایی میکنه و هر برادر دیگر بودشه. و خوشا به حال ما و شما که امروز در عهد از این تکنولوژی بسیار پیشرفته هستیم که هر کدوم ما در خانه خود نشستیم و میتونیم که با یک کلیک ما مستحق هزارها هزارها اجر شیم. اصحاب کرام روزی با رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودند و شخصی داخل مسجد گفت السلام علیکم، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که 10. شخص دوم داخل شد گفت السلام علیکم و رحمت الله، گفت 20. شخص سوم داخل شد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گفت 30. وقتی که ششتن اصحاب از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدن گفت یا رسول الله، ما از زبان مبارک تو چیزی شنیدیم که قبل از این ماری نشدیم. اولی کامت گفتی 10، دومی کامت گفتی 20، سیومی کامت گفتی 30. چی بودی 10 و 20 و 30 چی بود؟ گفت اولی آمد گفت السلام علیکم، گفتم 10 اجر گرفتی. دومی آمد گفت السلام علیکم و رحمت الله، گفتم تو 20 اجر گرفتی. سیومی که آمد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گفتم تو 30 اجر گرفتی. اصحاب کرام با مجرد کمی سخن شنیدند رسول الله صلی الله علیه و آله، هر کدامشان برآمدند فقط به خاطر کسب چی؟ وقتی که دیدنی که من کار زندگی خود گذاشتم رفتن، هر وقتی که بیکار میدن میرفتن به برادر خود سلام میگفتن، به خاطر که اجری که رسول الله صلی الله علیه و آله برایشان گفته اما اجر بگیره. اما امروز اینه به پیش ما بسیار با آسانی گذاشت که ما با یک کلیک میتونیم که هزاران هزار اجر بگیریم و در این حال میتونیم که علیاذ بالله با یک کلیک هزاران هزاران معصیت و گناه را مرتکب شیم. از همه برادران و خواهران عزیز ما که تا این دم در پای هر وسیله ای که ما بودن شنیدند اظهار سپاس تشکر میکنیم و بار دیگر تاکید میکنیم و تاکید کردیم که هر گونه انتقاد، هر گونه پیشنهاد، هر گونه اصلاح ما انتظارش هستیم و ما از او استفاده میکنیم. و چنانچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام همه سنتشان و و و و و اخلاقشان پیشوای ما و رهبر ما و قائد ماست ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز ما جناب کتوازی سوال داشتن در قسمت پخش برنامه های را باید ذکر کنم. برنامه های تلویزیون ایمان وقتی که ما برنامه لایف داشته باشیم یا هر برنامه ما 6 ساعت بعد دوباره تکرار میشه و در افغانستان ما تقریبا 11.5 ساعت تفاوت داریم که فکر میکنم برنامه ما 6 اینجا که شروع میشه یا 5:30 صبح اونجا می باشه و همچنان 10 ساعت با عربستان تفاوت داریم و با خیزی منتها در صورت اگر برنامه لایف هم میبینن خوی نمی یگانه وقت شد، اما تکرار برنامه ها گذاشته میشه هر 6 ساعت بعد در 24 ساعت 4 دفعه تکرار میشه برای زیک ما هر برنامه خود 6 ساعت هستیم دیگه. تشکر یک جان از توجهتان و از شریک ساختنتان، از سوالاتان مثل که دکتر صاحب گفت خداوند شما رو داخل اجر و ثواب کنه. انشاءالله بینندگان عزیز برنامه ما به اینجا به اختتام میرسه و تا برنامه آینده روز پنجشنبه آینده که موضوعش قبلا کوشش میکنیم که اعلام کنیم، از بعد کسایی که صفحه فیسبوک ما را لایک کنن اتومات میتونن که برنامه را یا اعلانش قبلا ببینن. ما از بعد اعلان میکنیم که ما هفته آینده سر کدام موضوع صحبت میکنیم. شما هم سوالاتتون در مورد تهیه و ترتیب کنید و کل ما یک جمعه مثل یک کنفرانس بسیار کوچکی را میسازیم، یک مجلس تعلیمی میسازیم که در این نمی رقم سوال جواب باشه که
الحمدلله دین ترویج شوه، از حالت یک نواختی هم خارج میشه، نظریات که دیگه خود بشنیم. بازم تشکر، تا هفته آینده شما را به خداوند کریم بسپاریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از امید جانم جان سپاس که برنامه را با سلامندی بر ما تهیه و ترتیب کردن. در حفظ امان خدا باشن. خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فی حفظ الله و رعایته.